در بخش چهارم سوالات رسیدیم. سوال اول، سوالی که باید حل شود. سوال اول در شکل زیر: اگر زاویه پی x جمع یک باشد، زاویه پی x جمع یک باشد و قوس های مقابل آن به ترتیب 2x درجه و x جمع 8 درجه باشد، اندازه زاویه APC را دریافت کنید. APC این زاویه را ما خواهیم پیدا کنیم، خود در حالی که از نظر قیمت مجهول x جمع 1 است. خب در اینجا زاویه ما زاویه خارجی هست. زاویه خارجی را مساوی داریم با نصف تفاضل قوس های قطع شده توسطی از لای زاویه. پس زاویه پی که زاویه خارجی هست مساوی داریم با AC منفی BC. AC یعنی این قوس، قوسی بزرگ، BD هم قوسی کوچک، AC منفی BC. خب BC نه BD، قیمت BD هست. تقسیم دو، قیمت X بود، قیمت P بود X جمع یک، X جمع یک مساوی سبا AC است 8 X جمع 8، AC x جمع 8 منفی قوس کوچکم 2x است. بر دو طرفین را سین میکنیم، 2 ضرب در x میشه 2x، 2 ضرب 1 میشه 2. اینجا منفی 2x و مثبت 1x داریم که تفریق میشه، میشه منفی x، 8 هم خودش 2x. این طرف داریم، این x که منفی است این طرف مساوات میره، الان میشه مثبت میشه. خب 2x جمع x مساوی است به 8، این طرف داشتیم، دور این طرف مساوات میره، ملامه هم منفی میشه. 2x جمع x مساوی میشه به 3x و 8 منفی 2 مساوی میشه به 6. اطراف تقسیم ضریب مجهول تقسیم 3 میکنه، x مساوی میشه به 6 تقسیم 3 2، نه x مساوی شد به 2، پس قیمت x 2 شد. میتونیم در جایش وز کنیم، قیمت درجهش پیدا کنیم، یعنی در جای x اگر در اینجا بانیم میشه 2 جمع 1 3، پس پی شد 3 و 2 ضرب 2 4، این قوس 4 است، 2 جمع 8 10 و این قوس 10 است. این شد از جواب سوال اول. میریم سوال دوم. در سوال دوم اول این است، این سوال است، در اینجا این قوس دادن گفته قیمت وای قیمت x پیدا کنن. خب این قوس داده 100 درجه، این قوس داده 140 درجه و دیگرش مجهول است. این قوس من بینید که مقابل زاویه مماسی هست، 140 تقسیم 2 70، پس اینی زاویه 70 درجه است. در مجموع اگر قوس ها رو کلگیش در نظر بگیریم، پی کیو جمع کیو آر جمع آر پی مساوی است به 360، مجموع از دو 360 می شود. خب پی کیو رو دارم قیمت 400 درجه، کیو آر داریم 140 درجه، جمع آر پی را مشغول داریم، آر پی را نداریم، بخواییم آر پی را پیدا کنیم. مساوی به 360، 100 جمع 140 میشه 240، پس آر پی مساوی میشه به 360، این طرف داشتیم 240 این طرف مساوی میره، الان میشه منفی میشه 360 منفی 240 مساوی میشه به 120. پی آر کیو این قوس مجموع زی دو قوس 140 این هم 120، 120 140 260، پس این قوس کلان ما شد 260 درجه. خب خواسته باشیم زاویه خارجی رو پیدا بکنیم، مساوی سبه قوس بزرگ منفی قوس کوچک تقسیم 2. قوس بزرگ پی آر کیو 260، مجموع 260 منفی سردم قوس کوچک بر 2، 260 منفی 60 160، 160 تقسیم 2 مساوی به 80، پس قیمت وای مساوی شد به 80 درجه. قیمت x ممکن می رقم پیدا کنیم که اینی قوس که مقابل زاویه مماسی قرار داره مساوی داریم به 120، اینمی آر پی یا پی آر ما پیدا کنیم 120 درجه، 120 سال تقسیم 2 میکنیم مساوی میشه به 60 درجه، پس قیمت x 60 درجه شد. آمدیم در بخش دوم سوال دوم. این بخش اول بودی، بخش دوم. در بخش دوم باز هم ما دو مجهول داریم، یکی وای است یکی ایکس است. در این سوال ها گفته قیمت مجهول ها که ایکس و وای باشه ای رو پیدا کنیم. در اینجا هم دو نکته معلوم است، 85 این قوس است و این زاویه مرکزی هست که 80 درجه است.
پس زاویه مرکزی مساوی به قوس مقابل، قوس مقابل زیم میشه 80 درجه. پس هم در مجموع یک دور مکمل زیر محیط دایره را مساوی به 360 درجه داریم. AD یا DA جمع AB که قوس باشه، جمع BCD که قوس باشه تکمیل قوس کلان مساوی است به 360 درجه. قیمت AD را دارم 85، قیمت AB را 80 داریم، جمع BCD مساوی به 360. 80 85 165. قیمت BCD، قیمت BCD که قوس BCD هست مساوی با 360 این طرف داشتم، این 85 80 جمع کردیم 165 شد. از 300 این طرف مساوی داریم معلومه منفی شد. از 360 165 تفریق میکنیم 195 باقی میمونه. پس زاویه وای که زاویه خارجی هست اینو میخوایم پیدا کنیم که مساوی است با نصف تفاضل قوس های قطع شده توسط از لایه زاویه. قوس های قطع شده یکی قوسی بزرگ داریم که BCD هست و یک قوسی کوچک داریم که AD یا DA هست. قوس بزرگ 195 درجه هست، قوس کوچک 85، 195 این هم 85. از 195 85 تفریق میکنیم 110 باقی ماند. پس وای مساوی شد به 110 بر 2 در تقسیم 2 میکنیم 55 درجه. قیمت وای دریافت شد زاویه خارجی 55 درجه. خب باقی مانده زاویه ایکس، این زاویه مماسی ایکس در اینجا باقی مانده. خب هیچ معلومی دیگه در اینجا نداریم که از روی ازو ایکس را پیدا کنیم. پس ما یک کار میدانیم این خط مستقیم ادامه میتیم دینج رسم میکنیم. پس یک خط مستقیم شد که یک طرف خط مستقیم 180 درجه هست. 180 درجه 80 درجهش دینج هست. پس 100 درجه دیگه دینج باید باشه که 180 شود. پس 100 درجه قوس مقابل ازم چون زاویه مرکزی هست قوس مقابل ازی هم 100 درجه هست. خب این قوس دریافت شد 100 درجه. این 100 درجه دریافت. پس این قوس ما کار داریم. قوسی که مقابل زاویه مماسی قرار داره. خب در مجموعه رو داشتیم 195 درجه. 195 درجه اینجا تا اینجا اینی قوس داشتیم 195 درجه. 100 چی؟ اینی تا اینجا 100 درجه شد. پس اینجا تا اینجا از این تا اینجا 95 درجه باقی مانده. که 95 درجه زاویه مماسی رو مساوی به نصف قوس مقابل داریم. نصف قوس مقابل، قوس مقابل 95 درجه است. تقسیم دو کنیم نصف میشه 47.5. پس قیمت x در اینجا 47.5 دریافت شد. در سوال سوم چند جزء معلوم است قوس ها تکمیل معلوم هست. قوسی این قوس داریم اگر یک نامگذاری بکنیم BCD. قوس BC 100 درجه هست و CE 104 درجه هست، DE 28 درجه هست، BD هم 128 درجه. خب در حال که در کتاب 38 درجه آمده، در کتاب که پیش از من هست سال 1390 چاپ شده و 38 است. اگر 38 باشه باز 10 درجه از محیط دایره اضافگی میکنه که در مجموع باید محیط دایره 360 درجه شوه. در اینجا اگر 38 باشه این میشه 370 درجه. پس این اشتباه هست، این باید 28 درجه باشه. اینه. خب 128 درجه داریم، میره 28 درجه داریم، میره 104 درجه داریم. خب ما میخواییم که اینی زاویه های نامعلومه که در اینجا داریم، زاویه 1, 2, 3, 4, 5, 6، اینی 6 زاویه در اینجا دریافت کنیم قیمتاش چند میشه. خب ببینید زاویه یک اگر خواسته باشیم پیدا بکنیم، زاویه یک قوس مقابل چه 128 درجه است، در حالی که زاویه مماسی است. زاویه مماسی را مساوی به نصف قوس مقابل داریم. پس مساوی میشه به 128 بر 2 که مساوی میشه به 160. خب 64 میشه 64 درجه. خب زاویه دوم، زاویه دو ببینید یه خط خط مستقیم است، درسته؟ خط مستقیم است که یک طرف خط مستقیم مساوی هست با 180 درجه. شما ببینید در اینجا 180 درجه 64 درجهش اینی قسمت است، این طرف هست. در اینجا چقدر باید بمانه؟
از 1800 64 شده تفریق میکنیم. خب کی میشه؟ 116 درجه. یام زاویه 2 116 درجه. زاویه 3. خب زاویه 3 هم که زاویه محیطی است، زاویه محیطی را مساوی به نصف قوس مقابل داریم. زاویه محیطی زاویه 3 قوس مقابلش 100، پس نصف قوس مقابل میشه 50، پس زاویه 3 هم مساوی شد به 50 درجه. زاویه 4. زاویه 4 باز هم زاویه محیطی است، زاویه محیطی قوس مقابل هست 28 درجه. خب زمانی که 28 باشه نصف قوس مقابل است که میشه 14 درجه. زاویه 5. ببین زاویه 5 باز هم یک طرف خط مستقیم واقع شده با زاویه 4، زاویه 4 داریم 14 درجه، زاویه 5 باید با زاویه 4 مجموعا 180 درجه شود. پس در اینجا زاویه 4 از 180 تفریق میکنیم، از 180 14 شده تفریق میکنیم، یعنی 180 منفی 14 مساوی میشه با ضرب 66. 166. خب زاویه 5 شد 166 درجه. باقی مانده زاویه 6. زاویه 6 ببین، زاویه 6 یک زاویه خارجی هست که در زاویه خارجی میره داریم که زاویه خارجی مساوی است با تفاضل نصف تفاضل قوس های قطع شده توسط از لای زاویه. با زاویه 6 مساوی است با قوس مقابل از این که اینی هست قوس بزرگ 128 جمع 28 156. 156 منفی 100، این زاویه 6 مساوی میشه 156 منفی 100 تقسیم 2. 156 منفی 100 میشه 56. 56 تقسیم 2 میشه، خب بیست و پنج اشاریه پنج. این هم زاویه ششو. خب آمدیم در سوال چهارم. در سوال چهارم گفته که در دایره مرکزی COR RS مساوی به TV است، RS موازی با TV هست. این دو خط با هم موازیه گفته. خب نظر ده گفته ازی RST یا RTS مساوی به 70 درجه هست، RTS 70 درجه و RT هم قطر است. پس از اینجا شما چرا مشغول ها را پیدا کنید، زاویه 1، زاویه 2 تا زاویه 8 ما در اینجا پیدا کنید. خب یک توجه کنین، در اینجا گفته که قطر دایره TR است. زمانی که دایره TR باشه و از این مثلث هم از شکل دیده میشه که مثلث مثلثی متساوی الساقین است، این ضلع با این ضلع با هم مساوی برابر است. زمانی که زاویه STR یا RTS مساوی به 70 درجه باشه، یعنی که زاویه 5 70 درجه است. خب از طرف دیگه این خط عمود واقع شده بالای قطر دایره، پس این زاویه 90 درجه است. 70 و 90 میشه 160 درجه. باید این زاویه 6 20 درجه باشه تا مجموع از این شوه 180 درجه، چون این دو مثلث کوچک داریم که زوایای داخلی یک مثلث مساوی به 180 درجه است. پس اینجا 90 درجه ای است، 70 درجه ای است، 20 درجه باید باشه که 70 و 20 90، 90 و 90 180 شود. این طرف عینی گپ است. اینجا هم زاویه 2 را مساوی داریم با 70 درجه و زاویه 8 مساوی است به 20 درجه و زاویه 3 مساوی است به 90 درجه. خب از طرف دیگه زاویه 4 و زاویه 2 نظر به گفته خود کتاب که در اینجا گفته RS مساوی به TV موازی با TV هست. خب زمانی که یه دو خط موازی باشه، گویا توسط یک قاطع یه دو خط موازی قطع شده که یک قاطع زمانی که دو خط موازی قطع بکنه چند زاویه به دست میاد که زوایا زوایای متبادله داخل هزای متبادله هست. دو زاویه که نظر به زوایای متبادله زاویه 2 و زاویه 4 با هم مساوی هست، پس زاویه 2 که 70 درجه هست زاویه 4 هم 70 درجه است.
خیلی خوب، پس زاویه یک مساوی به 90 درجه، زاویه دو مساوی هست به 70 درجه، زاویه سه مساوی به 90 درجه، زاویه چهار باز هم مساوی به 70 درجه، زاویه پنج 70 درجه، زاویه شش 20 درجه، خب زاویه هفت، زاویه هشت مساوی است به 20 درجه، زاویه هشت 20 درجه است. خب زاویه هفت اینجا ندارم، اشتباه آمده، زاویه هفت ندارم. خب پس زوایای مجهول در اینجا دریافت شد. چیزی که مجهول بود این زاویه ها بود، خب در حالی که یک از زاویه ها رو داده بود و قطع خط آرتی را گفته بود قدر است، دیگر شما دریافت کردیم. پنجم جزء مجهول ما x و y است، اینجا یک y دیگه داریم. خب که اون مخواهیم قیمت این مجهول x و y دریافت بکنیم. خب خط AB و خط CD با هم موازی هست و از طرف دیگه EB و FD هم با هم موازی هست. خب و زمانی که دو خط با هم موازی باشه، به اینجا میبینیم که اینی قوس AC 65 درجه است و در مقابل از این قوس BD هم باید 65 درجه باشه، چون خط ها موازی هست و در عین قوس قرار میگیره، پس این هم 65 درجه است. خب و عین مقوس چون خط ها موازی است در اینجا هم داره، پس در این نتیجه رسیدیم که وای هم قیمت 65 درجه هست. در شکل بعدی یک دایره کوچک داریم، یا قوس کوچک داریم، یا قوس بزرگ داریم، که قوس کوچک یک زاویه مرکزی 110 درجه است. خب در مقابل از 110 درجه قوس هم میشه 110 درجه، چون زاویه مرکزی مساوی به قوس مقابل است. و برعکس این قوس بزرگ که مقابل از قرار داره، این قوس چند قیمت چی؟ خب ما 360 مجموعش رو داریم، 110 اینجا داریم، 110 درجه تفریق میکنیم میشه 250. خب پس این قوس شد 250 درجه. این قوس در مقابل اینی زاویه محیطی قرار گرفته، زاویه محیطی x، ما میخوایم اینی x پیدا بکنیم که زاویه محیطی است. خب پس x مساوی میشه با نصف قوس مقابل. قوس مقابل از زاویه x 250 درجه است، 250 درجه بر 2 مساوی میشه با 125 درجه، پس قیمت x هم 125 درجه شد. این شکل بعدی. در شکل بعدی خب یک زاویه مرکزی داریم 75 درجه و زاویه مرکزی مساوی به قوس مقابل است، بنابراین قوس مقابل از زاویه هم 75 درجه است. و یک زاویه محیطی دیگر هم داریم که زاویه محیطی با زاویه مرکزی در مقابل عین قوس قرار داره، پس قوس از هم 75 درجه هست. زاویه مرکزی رو وقتی که زاویه محیطی رو وقتی پیدا بکنیم، مساوی است به نصف قوس مقابل. قوس مقابل 75 درجه است، 75 تقسیم 2 میکنیم که مساوی میشه به 37.5، یه قیمت x. خب آمدیم در سوال ششم. در سوال ششم باز هم یک مجهولی که در اینجا داریم x است، ما میخواییم رو پیدا بکنیم. خب اینجا زمانی که خواستی ایکس قیمت ایکس پیدا بکنیم، این سه قوس داریم دیگه، قوس 100 درجه، این قوس 120 درجه است و این قوس مجهول است. میخوایم که قوس بدست بیاریم. خب زمانی که قوس خواسته باشیم بدست بیاریم، اویه که مجموع قوس ها 100 جمع 120 میشه 220، 360 منفی 220 صفر 141. خب 140 درجه این قوس شد، قوس AB 140 درجه. خب
این 140 درجه در مقابل زاویه مماسی قرار داره که زاویه مماسی هم نصف قوس مقابل است، مساوی به نصف قوس مقابل. قوس مقابل 140 است، پس این مساوی میشه 70 درجه. این هم زاویه x که زاویه مماسی مساوی به 70 درجه. خب ده این شکل قیمت x و y گفته دریافت بکنید. خب ده اینجا جای دیگه اگر دریافت کرده، مثلا 50 اینی هست 70 زاویشی چون مقابل قوسی 140 قرار داره و اینی هم اینی زاویه هم مساوی میشه به 60 درجه. 60 درجه به خاطر که قوس مقابل از 120 درجه است. 75 12 120 120 و 60 180 زاویه داخلی یک مثلث 180 درجه است. خب در اینجا چی کار میکنیم؟ در اینجا داریم که 2x این قوس است، 3x این قوس است و 4x قوس. پس مجموع از یعنی 2x جمع 4x جمع 3x مجموعا باید چند شود؟ 360 درجه شود. قوس ها 2 4 6 6 3 9 9x مساوی به 360 درجه. اطراف تقسیم 9 میکنیم. خب x مساوی میشه به 40 درجه. خب x 40 درجه شد. پس 2 40 80 یعنی مساوی میشه به 80 درجه. یک قوس. خب 4 تا 16 این میشه 160. 3 4 12 این میشه 120. خب این قوس هاش تکمیل شد. وای در مقابل قوس 160 درجه قرار داره. پس زاویه محیطی است که زاویه محیطی مساوی به نصف قوس مقابل است. لذا قیمت وای اگر به دست بیاریم 160 تقسیم 2 کنیم که هم میشه 80 درجه. یعنی قیمت وای هم مساوی شد به 80 درجه زاویه وای. خیلی خوب آمدیم در شکل بعدی. شکل سوم است، سوال ششم. در اینجا یک قوس کوچک داریم و یک قوس بزرگ داریم. قوس بزرگ 250 درجه است. در این قوس بزرگ که مقابل زاویه 125 درجه قرار داره، ما این قسمت رو مشخص کردیم. پس کنی هم سی باشه. قوس AB، قوس ACB یا BCA دو قوس داریم. خب اینجا قیمت X و Y گفته دریافت بکنید. خب ما چی رقم میتونیم؟ قیمت Y وقتی خواسته باشیم دریافت بکنیم، این Y در مقابل کدام قوس قرار داره؟ قوس AB. زاویه Y در مقابل قوس AB قرار داره. خب از 360 درجه 250 درجه رو تفریق میکنیم تا اینکه این قوس کوچک معلوم شود که مساوی میشه به 110 درجه. خب 110 درجه آل وای در مقابل قوس 110 درجه قرار داره که در اینجا زاویه محیطی است مساوی به نصف قوس مقابل. قوس مقابل چه 110 درجه است، این را نصف میکنم میشه 55 درجه. این وای هم با دست آمد 55 درجه. خب حال قیمت x چه قسم میتونیم پیدا بکنیم؟ قیمت x در اینجا من شود قیمت x اول سعی میکنیم که این زاویه در مقابل قطر دایره قرار داره. db که قطر است، ای زاویه x در مقابل قطر قرار داره، پس بنابراین اندازه از این 90 درجه است. لذا قیمت x هم بعد از سمت x مساوی به 90 درجه. سوال هفتم گفته که با استفاده از تعریف دایره محاطی نشان دهید که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است. در این شکل تنها میتونم یک دایره داخل از اضافه بکنم، دایره محاطی. خب این دایره دایره محیطی است، دایره محاطی رو ما میتونیم به این شکل نشان میدیم. سه قسمتی مساوی را در روی دایره جدا کرده. خب که از اینجا فهمیده میشه که در مقابل هر قوس وقتی که جدا شده یک زاویه قرار داره. زمانی که قوس ها مساوی هست، زاویه ها مساوی است. زاویه زمانی که مساوی بشه، پس باید 60 درجه بشه.
ام 60 درجه است، نزاویش هم 60 درجه است. خب پس شد یک مثلث متساوی الاضلاع، که مثلث متساوی الاضلاع سه ضلع با هم برابر بود، سه زاویش هم با هم برابر است، مساوی هست. پس از این جا نتیجه میگیرم که مجموع زوایای داخلی از این مساوی میشود 180 درجه. در سوال هشتم باز هم قیمت x دریافت میکنیم و قیمت y در اینجا. زمان قیمت x دریافت بکنیم، میبینیم که ای قوس است، ای x یک قوسی است که در مقابل زاویه مرکزی قرار داره و این زاویه مرکزی قیمت چی؟ 140 درجه هست. خب چون در مقابل زاویه مرکزی قرار داره، پس هم قیمت چی؟ 140 درجه قیمت x. و این طرف در نظر میگیریم قوس کلان از چند است؟ قوس کلان خب از 360 140 تفریق میکنیم که میشه 220 درجه. 220 درجه خب این قوس شد 220 درجه. خب قیمت وای خاص پیدا بکنیم، زاویه وای مساوی میشه با 220 منفی 140، وای مساوی با 220 منفی 140 تقسیم 2. 220 منفی 140 مساوی میشه با 80، 80 تقسیم 2 میشه 40. پس قیمت وای در اینجا مساوی شد با 40 درجه. اما در سوال بعدی، در سوال بعدی در اینجا اینی زاویه که 40 درجه هست ارداده، اینی هم زاویه ایره گفته 45 درجه است. خب زمانی که 40 هست و 45 و 45 و 45 چون ای تنصیف کرده این نصف از یسته ایمشه 90 و سیره ما میتونیم بگیریم که این اردو 90 درجه هست، 40 در اینجا است. خب پس مجموع زوای داخلی یک مثلث است مساوی 180 درجه است، 90 در اینجا است، 40 در اینجا است، پس در اینجا باید 50 باشه قیمت وای مساوی میشه به 50 درجه. خب هم در سوال بعدی، سوال بعدی یک که در اینجا ما این دو خط داریم، خط عمودی و افقی را. خب اما این در مرکز دایره نیست، این تقاطع از هر دو خط در مرکز دایره نیست. خب ما میخوایم داخلی زاویه داخلی ای قوس های مقابل از هر دو زاویه مجهوله، این دو اکس است و هم سه اکس جمع ده است. زمانی که خواسته باشیم این قیمت اکس پیدا بکنیم از این رابطه استفاده میکنم که زاویه داخلی مساوی هست به حاصل جمع قوس های قطع شده توسط زاویه تقسیم دو، یا نصف مجموع قوس های قطع شده توسط اضلاع زاویه. دو اکس یک قوس هست و سه اکس جمع ده هم قوسی دیگه هست که دو اکس جمع سه اکس جمع ده تقسیم دو، دو اکس جمع سه اکس میشه پنج اکس، پنج اکس جمع ده تقسیم دو. حال میبینیم که زاویه ای 90 درجه هست، جای ای 90 درجه رو وزن میکنیم، 90 درجه مساوی است 5 x جمع ده بر 2، طرفین وسایل میکنیم 2 ضرب در 90 180 میشه 5 x جمع ده هم خودش. خود در این طرف مساوات مریم میشه منفی ده، 5 x مساوی میشه به 180 منفی ده که میشه 170. پس قیمت x میخوایم پیدا کنیم، x مساوی میشه به 170 تقسیم 5، این اختصار میکنیم میشه 34. قیمت x مساوی شد به 34، 34 در جای x وزن میکنیم. خب میشه 2 ضرب در 34 68، و در اینجا در جای x وزن میکنیم 3 ضرب در 34 جمع 10 مساوی میشه به 112. پس از اینجا چون قوس های مساوی را قطع کرده، پس در اینجا 68 در اینجا است، یعنی قیمت وای 68 است و این مقابل از هم که این زاویه 112 درجه هست، قوس 112 درجه هست، بنان 112 با 112 با 68 جمع شما مساوی میشه به 360 درجه. ای بود ویدیوی حل تمرین فصل دوم ریاضی صنف نهم. امیدوارم که از این ویدیوها موضوعاتی رو یاد گرفته باشید، این ویدیوها رو با دوستان خود شریک بسازید و چینل ما رو هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای دیگر نیز بهره مند شوید. خدا نگهدار.